سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت چند نکته رو در این زمینه عرض کنیم. نکته اول این که حفظ وحدت به چه معناست. وحدت رو فرمودن دوری از کارهای تفرقه انگیز و همچنین اگر کسی دامن بزند به اختلافات موجب اختلاف بین مسلمانان بشه، با اعمال و گفتاری که انجام میده، این کار رو فرمودن شرعاً حرام و جایز نیست. نکته دیگری خدمت سروران عزیز بیان کنیم، مراد از وحدت چیست؟ وحدت فرمودن یعنی اتحاد مسلمانان در مقابل دشمنان و پرهیز کنند از توهین به یک دیگر، ناسزا و فحش به یک دیگر. به هیچ کدام از اینها در سیره نبی رحمه و اهل بیت علیهم السلام نبوده و نیست. نکته دیگری که بیان کنیم، می‌فرمایند هر کس شهادت بدهد به وحدانیت خداوند متعال و رسالت نبی رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلم، جان، مال و ناموس او محترم. نکته دیگری که بیان شود، خب وحدت رو مراجع ازام تأکید دارن اما منافاتی نداره. بزرگان، اهل خبره، متخصصین بنشینن بحث علمی رو کنن، علمای مذاهب از روش‌های صحیح، همونطور که امام رضا اهل بیت ما بحث علمی میکردن اما دور از خود، دور از تمسخر، با بحث علمی اگر شبهی هست، سوالی هست، انشاءالله در طرف بشه. دو تذکر در پایان عرض کنیم. یکی از آدابی که برای زیارت فرمودن در اذن ورود میخونیم، شما امام هستید که یرون مقامی و یسمعون کلامی، ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید. در زیارت هم توجه بشه، زیارت ما نباید با داد و هوار باشه، نباید کسی که کنار من ایستاده از زیارت من اذیت بشه. بعد سالها اومده حرم امام رضا ارتباطی رو برقرار کرده، نباید توجه اون فتسر بشه. نکته آخری که بیان کنیم، یکی از ضروریات دین ما حفظ حجاب و پوششه. الحمدلله بانوان ما توجه دارن، این حجاب اختصاص به حرم نداره، بیرون حرم هم باید خواهر بزرگوار رعایت کنه. اگر ما هم مورد دیدیم در حرم، بیرون حرم، با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر باید تذکر داده شود. دعا میکنیم خداوند متعال همه ما رو در گفتار و در عمل جز رهروان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد، به برکت صلواتی و محمد و آل محمد. سلام علی محمد و آل محمد.